و همچنین خب هموطنان بهایی ما در این مدت دائم مورد اذیت و آزار رژیم ولی فقیه قرار گرفت، چه دستگیری ها، چه تخریب اموالشون، چه مصادره اموال و موارد متعدد که علیه اینها به طور سیستماتیک و لاینقطع ادامه داره، که آخرین اونها که یکی از آخرین اونها میشه خانم سارا محبوبی رو نام برد که به دلیل داشتن اعتقادات بهایی در بازداشت شدن، و یا یورش به منازل اونها مثل خانم دوستاس صبحانی، مامورین و اطلاعات به منزلشون مراجعه کردن، حال در اون لحظه تو منزل نبودن، اینها موفق به دستگیری او نشدن، و یا فعالینی که مثل خانم لاله حسنپور وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر در امان نبوده و خب محکومیتی که اخیراً براشون مشخص کردن 5 سال زندان، جرمشون به جرمی که یک فعال حقوق بشر بوده یا یک وبلاگ نویس، ایشون در دادگاه شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ابتدا خب محکوم شده بودن و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر که فردی که به نام احمد زرگر است از بازجویان و جنایتکاران داعش است، این حکم رو تایید کرده که فی الواقع نباید این دادگاه ها را باید اسمشون گذاشت تایید نظر و نه تایید نظر، اینا بیدادگاه نه دادگاه. در واقع هم که هست، بله در واقع ما بنابر یک عادت این واژه رو بکنم، این مفهوم واقعی اینا بیدادگاهه، اینجا کجاش دادگاه ها؟ دقیقا، یعنی به هر حال خب ایشون میدونید که خانم حسنپور سه‌شنبه 25 اسفند ما در یورش گسترده مامورین وزارت اطلاعات سال 88 دستگیر شدن و در حدود 70 روز در سلوه انفرادی بند بیعرف بودن و پس از اون هم که با وثیقه آزاد شدن که در دادگاه بدوی محاکمه شدن و محکوم و حال هم به 5 سال زندان تایید شده و خب قطعا باید این اعمال غیر انسانی رو به کار ببرن علیه این فعالین حقوق بشر یا سایر کسانی که هستن. البته لازم به یادآوری، ما تمامی این موارد رو که میگوییم همیشه هم بهش تأکید کردیم، بخشی از جنایت ها و اعمال قرون وسطایی که علیه مردم به کار برده میشه. همچنین که در این هفته ما شاهد اعتراضات کارگران چه در ماشر و چه در آبادان و جاهای دیگه بودیم و میبینیم که پس از حذف یارانه یا سوبسید، میبینیم اکثر شرکت هایی که فی الواقع زیر پایه این کشور هستند، از پایه های اقتصادی کشور هستند، یکی پس از دیگری از دور خارج میشن و کارگرها باید از کار بیکار بشن و به خیلی بیکاران افزوده بشن تا اینکه احمدی نژاد و ولی فقیه بتونه خودش و دار و دستش رو به ثروت غارت ملی هرچه بیشتر و انهدام ارکان اقتصادی کشورمون ادامه بده. قطعا این خود نشان از اینه که در چنین شرایطی که این گونه موج دستگیری ها، احضار ها یا صدور احکام و یا مواردی که اعتراضات کارگری گسترده شده، حاکی از اینه که این رژیم در انزوای کامله، در وحشت به سر میبره و راهی هم نداره جز این که با دروغگویی، فریبکاری و این اعمال جنایتکارانه روز رو به شب برسونه و خودش هم میدونه که زمان زیادی رو براش باقی نگذاشته. خواسته ها یا مطالباتی که مردم مصرن و به اشکال مختلف پیگیر اونها هستن، نه مرعوب ترورهاش میتن، همین ترورهایی که در 25 بهمن و روز چهارشنبه سوری روی داد
و نه مرعوب دستگیری‌هاش یا صدور احکام و تهدیدات تلفنی. جالب اینه که تهدیدات تلفنی بازجویان وزارت اطلاعات اینقدر بزدل و ترسو هستن که یکی از این فشارها که مبادا در این مورد شما با جایی صحبت کنید، یعنی نشون میده که بله. این فرد کارش غیر قانونیه، غیر انسانی و ضد بشریه. اینجا باید یادآوری کرد به هموطنامون که چنین مواردی رو اتفاقا باید افشا کرد. در صورتی که افشا نشه، این دستمون باز میشه که تهدیداتشو و فشارها رو تشدید کنه، چون که فکر میکنه به هدف خودش رسیده. به محضی که این اعمال غیر انسانی و غیر قانونیش افشا میشه، اینها هم ناچار هستن که دست از اعمال پلیدشون بردارن و نباید مرعوب تهدیدات پوچ و سوخالی اونها بشین. دقیقا به تجربه این مسئله البته ثابت شد. بله، اگر هر چقدر هرگاه اینا افشا بشه، هرگاه بیان بشه، قطعا اینا پا پس خواهند کشید. اگر در بعضی لحظات دیده میشه مثلا کسی مطالبی رو میره افشا میکنه، بیان میکنه، یک ضربه کوچیکی هست، باز هم اگه ادامه بده اون هم از بین خواهد رفت. برای اینکه و در مقابل یک افشاگری، در مقابل مطرح شدن یک مسئله، باز شدنش و آگاه شدن مردم، دقیقا دست طرف ظلم کننده و طرف جنایتکار بریده خواهد شد. من میخوام اینجا سپاسگزاری کنم از شما که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید تا بخشی از دردها و رنجهای ملت ایران رو یا مردمی که فعالین دانشجویی، فعالین کارگری، حامیان مادران عزادار و سایر اقشار جامعه رو به سمع شنوندگانتون برسید و البته قهرمانی اونها که وادار کرده دیدیم و دیفره این گونه عاجزانه دست به این اعمال پدید، صدور احکام سنگین و غیره رو بزنه. یقینا در آینده ای نه چندان دور ما این دناعت ها، رذالت ها و اعمال ضد بشری رو پشت سر خواهیم گذاشت و در ایرانی به سر خواهیم برد که عاری از نقض حقوق بشر، آزاد، شکوفا و رها خواهیم بود که برای اون باید تلاش و کوشش کنیم و این پروسه رو تسریع بدیم که در دست اراده تک تک ما هاست که میتونیم این رو حتی یک ثانیه هم زودتر به جلو بندازیم. و قطعاً هم بدونید که یک ثانیه به جلو انداختن این قضیه میتونه کمتر کسان زندان سیاسی اعدام بشن یا کمتر مردم به خاک و خون کشیده بشن یا زندان سیاسی در چنین شرایطی قرار بگیرن. من واقعا سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما بودید. درود بر شما. به پایان این برخورد و این حمله‌ای که در عراق به اردوگاه اشرف یا کمپ اشرف صورت گرفت محکوم است در نظر همه آزادگان جهان، هر حمله و کشتار محکوم است و امیدواریم که هرچه زودتر سازمان ملل و یا سازمانهای تابعش مدیریت این اردوگاه رو و این کمپ رو به دست بگیرن و تلاش کنن که این بخش از هموطنان در دام افتاده و در گیر افتاده در چهار جهت از جنایتکاران و خونخاران و قدرت طلبان سالوس جهانی و منطقه و همینطور انتقام کشی ها مثل رهبری سازمان، سلطه‌گران جهانی آمریکا و اسرائیل، رژیم خونخوار جمهوری اسلامی و مردم منطقه که زخمهای بسیار دارند از اونجا منتقلشون کنن و در کشورها و مناطق دیگه جهان مقیمشون کنن و قرارشون بدن و هر چه زودتر از این محیط خطرناک دور بشن و این عزیزان هم سعی کنن به دور از گذشته با مبارزات بدون خشونت و غیر مسلحانه در کنار دیگر هموطنان تا با یک حرکت همگانی بتونیم این راه رو پی کنیم. قطعا برحال این جنایتی یا کشتاری که اونجا روی داده محکومه به خاطری که افرادی هستن بی سلاح و بی دفاع و
این نمیتونه خارج از دستور ولی فقیه باشه یا دستورهای دیگه هم میتونه باشه. برصد امیدواریم که یا هر بله. در واقع در اینجا هم دولت آمریکا یا حضور خود آقای وزیر دفاع آمریکا در اونجا و سکوتش رابرت گیتس و خود میتونه خود یک چراغ سبزی باشه در این رابطه. البته همونطور که مطلعید در شب 19 مارس یعنی شب عید در کنفرانسی در برلین بخشی از زعمای آمریکا مثل فرماندهان ارتش، سناتورها و کاندیداهای رئیس جمهوری و رؤسای مثل FBI خیلی حزب اللهیوار از مجاهدین حمایت کردند. یعنی همین حدود 20 روز پیش. به هر حال این مسئله قاطعان محکوم هست. هر ایرانی در هر جای جهان وقتی مورد ظلم و جنایت قرار میگیره باید محکوم کرد و در کنار اون ایستاد. و خوب به خوبی شما بهش اشاره کردید و این هم قطعا یک جنایتیه که نباید روی میداد که متاسفانه روی داده و تعداد هموطنان ما رو جان اونها را از بین برده و در معرض خطر جدی بقیه را قرار داده. دقیقا. به هر صورت آرزومندیم که هموطنان عزیز ما هرچه زودتر از اون محیط خطر دور بشن و در کشورهای دیگه پناه بگیرن که اینجور مورد تعرض چند گروه قرار نگیرن و بتونن با سلامت و با یک آرامش خاطری به مبارزات خودشون ادامه بدن در فضا و اندیشه استقلال و آزادی و مردم سالاری و همینطور برابری و دوستی و صلح‌طلبی. و این پرسش که چرا جریان‌هایی سعی می‌کنن این افراد رو در نزدیکی مرز ایران نگه دارند، چه برنامه‌هایی در پیش است و برای چه و که، این هم پاسخش میتونه راهگشا باشه. من برای شما و شنوندگانتون آرزوی شب و روز خوبی رو می‌کنم و برای اونها موفقیت و سربلندی آرزومندم. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید جناب نقاشکار. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. خدا نگهدارش. خدا نگهدارش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره باز هم تداوم بازداشت ها و محکومیت ها و آزارها و شکنجه ها در رژیم ولایت فقیهی که دوام و بقای خیش را در این جنایت ها میبیند، محکومیت دو تن از مادران عزادار یا مادران پارک لاله و هوادارانشان، خواسته های آنان، تهدیدات تلفنی علیه خانواده های فعالین اجتماعی و دانشجویی که برای برخی از آنان باعث تشدید بیماری ها گردیده به ویژه افراد مسن، مجدداً مورد بازجویی قرار گرفتن و محکوم شدن به 2 سال حبسه نادر احسنی دانشجوی آزادیخواه، وضعیت زندانیان سیاسی، علی‌اصغر محمودیان بلا تکلیف پس از 15 ماه بازداشت با 60 سال سن و وضعیت جسمی بسیار بد و همینطور همسر ایشان ناهید ملک محمدی، شرایط دکتر سعید ماسوری و در همین رابطه 10 زندانی سیاسی که به واسطه شکنجه ها سلامت خیش را از دست دادند و رژیم با وسیله قرار دادن آن و عدم درمان همین بیماری ها همچون فعال مبارز شهید محسن دگمچی سعی بر زجر کش کردنشان دارد. بخش هایی از نامه یکی از زندانیان سیاسی خانم زینب جلالیان که محکوم به اعدام شده و هر لحظه امکان اجرای این حکم ضد انسانی و ضد بشری وجود دارد. بخشی از نامه هاشم خواستار عضو کانون صنفی معلمان و نماینده معلمان خراسان از زندان وکیل‌آباد درباره اعدام‌های جنایتکارانه در آنجا، زندانی که گنجایش 1500 تا 2500 زندانی را داشته امروز بیش از 13500 زندانی دارد. وضعیت فاجعه بار این زندان و تشابه آن با دیگر زندان‌های ایران
به ویژه زندان گوهردشت کرج، نصب دستگاه های کنترل کننده در زندان ها که می تواند تشدید کننده بیماری های غیر قابل درمان هم باشد مثل سرطان، بازداشت و یورش به منزل هموطنان بهایی، محکوم کردن وبلاگ نویس فعال حقوق بشر خانم لاله حسن‌پور به 5 سال حبس. توجه می‌فرمودید این برنامه‌ها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه ما شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً پس از شنیدن چند موسیقی به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب توجه بفرمایید.